یه گوشه از استودیو امجدیه تاجی ها میشستن، خیلی کم بودن. مثلا اگر 30,000 تا امجدی جا میگرفت شاید 3,000-4,000 نفر اون گوشه بودن. تنها تیم بودیم که من فکر میکنم هیچ گولی نخوردیم، بدون گل خورد قهرمان آسیا شدیم. حدود به ایران 2,000,000 دلار رسیده بود. سنا رو حساب کردیم، تیم سایپا از تیم فارمرز من 173 سال پیرتر بود، 22 بازیکن و 22 بازیکن. تو دربی تیمش برده 2-0، خوشحال رو پر قو، بعد یواش یواش میبینه باخت. ما پول نداشتیم پول هتل بدیم، اونا هم مثلا میگفتن تا 3 روز دیگه اگه پول ندیم، تا 3 روز مهلت داریم، اگه پول رو ندیم باید جمع کنیم بدیم. الان داره نتیجه میگیره، همه چی خیلی خوبه، ولی همیشه اینجوری نمونه، خود خود بمونه. ولی همینجوری هم بمونه بازیکن‌ها سر صداشون در میاد. اول اینجوری نمونه هوادارا سر صداشون در میاد، الان بازیکن‌ها یواش یواش سر صداشون در میاد. دیگه پول میخواد، خدا میخواد، باید تهیه کنیم بهش بدیم، حالا کم و زیاد. شما رو استقلالی ها عمو صدا میکنن، عمو نسی. این از کجا شروع شد؟ حالا قبل از اینکه وارد بشیم، فکر میکنم فقط شما رو عمدتا با این صدا میکنن، عمو نسی یا عموی خالی. خواهش میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما. من خوشحالم که در خدمت شما هستم. ولی این برمیگرده به زمانی که من شاهین بودم. وقتی که انقلاب شد من کاپیتان تیم شاهین بودم، بعد همه چی به هم خورد، اسپانسرها رفتن، کسی نبود از تیم حمایت کنه، مربی بیاریم کاری بکنیم. چون من مثلا کاپیتان تیم بودم، شدم هم مربی تیم، هم تقریبا همه کاره تیم. باید اسپانسر جذب میکردیم، یعنی اسپانسری که به اون صورت نبود، هوادارهایی که یه مقدار متمول بودن جمع میکردیم و همونو کمک میگرفتیم، تیم رو را میداختیم. چون سنم کم بود نسبت به بقیه بچه هام، همینجوری بود، بعد یه اسمی صدا میکردن دیگه. قبلش هم شاید با هم هم بازی بودیم، نسیه خالی. بعد یه حالت خود پدرشون به مرزه فکر کنم، من برای چی مثلا یه احترام بذارن یا بزرگتری بگن، چون سنن من خیلی هاشون کمتر بودم دیگه. به من گفتن عمو نسی، شروع شد و هم ادامه پیدا کرد. یه مقدار بیشتر در مورد تاج صحبت کنیم، به خصوص اینکه شما اولین قهرمانی یک تیم رو توی تیم باشگاهی رو توی آسیا به دست میارید. این موفقیت شاید الان بحثایی باشه که خب اون موقع تورنمنت خیلی تعداد تیم‌ها بالا نبود، اما در مورد خاطراتتون از اون قهرمانی تاج توی آسیا بگین که به دست اومد و هنوزم به عنوان یکی از افتخارات بزرگ تاج یا استقلال کنونی محسوب میشه. و همیشه همینجوری بوده، همیشه قدیم تیمای دیگه قوی بودن. تیم مثلا برمه خیلی قوی بود اون موقع، تیم هندوستان خیلی قوی بود، تیم کویت خیلی قوی بود. الان عوض شده همه چی، مثلا کره خیلی خوب بود اون موقع، الان عوض شده. مثلا مالزی بهتر از ژاپن بود، خیلی اندونزی بهتر از کره بود حتی، ولی تغییر کرده. یه اونا پیشرفت کردن، برنامه‌ریزی کردن، یه عده دیگه ای پیشرفت کردن. اون موقع هم همینجوری بود دیگه، مثلا باید یه بازی مقدماتی میشد باشگاه ها که کرده بودن، باشگاه استقلال هم انجام داده بود، اومده بود بالا. بعد متمرکز باز 8 تیم شده بودن که بعد از این تیم یه تیم اومد قهرمان میشد، که با یه تیم خیلی خوب هم فینال بودیم، تیم مکابی بود. بعدم که خیلی تیم خوبی بود، اونا مثلا خیلی بازیکنای بزرگی داشت، تفاوت مشخص بود که خب اونا اصلا تو اروپا بزرگ شده بودن، بعد فرم بازیشون فرق میکرد، تاکتیک پذیریشون بهتر بود یه جور. ولی ما قهرمان شدیم به واسطه مستر رایکوف. با احساساتی که اون موقع نسبت به یه تیمی از مثل بین مردم علیه مثلا یه تیم به اسم مکابی وجود داشت، این قهرمانی که به دست اومد چه حالا شور و هیجان وجود داشت؟ تو تصاویر و ویدیوها استقبال شدیدی داشت از خود بازی شده بود و قهرمان که شدین. چه اتفاقی برای خود شما؟ فکر کنم سن و سال زیادی هم نداشت. چه پیامدهایی برای خود شما داشتش، مثلا تو شهرتتون توی عموم؟ خیلی خیلی جالب بود برای من. من چون میگم از تیم راهن اومده بودم تیم تو، هنوز من اون
باز تیم تاج اون موقع هم هوادار زیاد نداشت، نمیدونم بیادتونه یا نه. یه گوشه از استودیوم امجدیه تاجی ها میشستن، خیلی کم بودن. مثلا اگر 30,000 تا امجدیه جا میگرفت شاید 3-4,000 نفر اون گوشه بودن. مثلا اون موقع شعار میدادن تو که اون گوشه نشستین الان فلان این چیز میساب بودی، یک گوشه بودن. من میخوام بگم اون قدیمی ها از اینجا شروع شد، از جام باشگاه ها که تیم قهرمان شد، بعد بقیه بازیکنایی که اومدن تو تیم باشگاه استقلال تو تیم تاج، اینا باعث شد یواش یواش این هوادارا زیاد شدن. میگم اون موقع که ما جوان بودیم مثلا علی جباری نمیدونم فلان اینا باعث شدن، مثلا ناصر اعجازی، بعد ما با منصور اینا بودیم، اینا بازیکن ها تک تک خیلی ها بعدها اینا باعث شدن که هوادارای استقلال زیاد شد. یه روزی رسید که من شاید اینا یه روزی من دیدم که اینا بیشتر از اونان تو استودیوم خودم بودن، ولی روز اولی هم دیدم که اینا خیلی کم بودن. با اسوبانیش به نظر من همون پیش کسرت ها بودن، اونایی که قدیم اومدن خیلی ها با سته، مثلا حجازی اومدن نمیدونم تاجی شدن، رسل روشن اومدن تاجی شدن، بازیکن های دیگه خیلی بزرگ بودن، اکبر کارگر، جب نمیدونم علی جباری، رسل اینا یواش یواش تیم هوادارا پیدا شدن و زیاد شدن. بریم سراغ اون بازی معروفی که بالاخره بین تاج و پرسپولیس برگزار میشه، بحث دربارش زیاد، اون بازی که 6-0 تموم میشه. شما تو اون بازی حضور داشتین؟ صحبت میکنید واقعا خودتون احتمالاً فکر میکنم خیلی بهش فکر کرده باشین. فکر نداره اصلا. چه فکر میکردین روزی با همچین نتیجه‌ای به اون به پرسپولیس ببازید؟ یا حتی اصلا خب خیلی عجیب به نتیجه و بحث و حرف خیلی دربارش زیاده که کیا کمکاری کردن، کیا اشتباه کردن، چه اتفاقاتی قبلش افتاده؟ نه همه اینا شایعه است، حقیقت اینه که من خدمتتون میگم تیم تاج همون موقع که شاید یه هفته قبل از اینکه بازی کنیم 4-5 تا از بازیکن ما 4-5 تا از پرسپولیس تو تیم ملی بودن، ما همش گردگیری با هم بازی می‌کردیم، همیشه هم ما اونا می‌بردیم. یه هفته بعدش مثلا تو اردوها بود، تموم شده بود بازی شروع شد، قرار شد بازی استقلال پرسپولیس دربی شروع بشه. تیم تاج اون موقع رشیدی رو آورده بود، ناصر اجازی باز گلر تیم ملی بود، خیلی هم خوب بود. یه گلر دیگه هم آوردن شهرستان از اهواز اون طرفا به نام منصور رشیدی. منصور رشیدی هم خیلی خوب بود، انقدر خوب بود که رایکوف قرار شد که یه بازی در میون اینا رو بذاره تو دروازه، یه بازی ناصر جزی، یه بازی منصور رشیدی، یه بازی یه بازی یه بازی، تا رسید به دربی نوبت منصور رشیدی شد. همه هم قبول میکردن دیگه، هم ناصر هم قبول میکرد، همه بازیکن هم عادت کرده بودن. قرار بود که نوبت منصور رشیدی، منصور رشیدی بشه دروازه‌بان، که اومدن تیم هم عرش کردن و همه چی درست بود. اون موقع ها تو که اردو نمیرفتن، از شب قبل چند ساعت قبل از مسابقه، قبل از نهار میمدن یه چای نهار میخوردن و یه چای جمع میشدیم ما، بعد میمدیم سر زمین و فوتبال بازی مسابقه میدادیم. نهار خوردیم بعدش نشستیم و تیم ارنج کردن، همون طبق معمول بعد مثلا منصور رشیدی دروازه‌بان بود، بقیه بازیکنان رو ارنج کردن اومدیم. بین نهار ارنج کردن تیم و استراحت که میکردیم نمیدونم چه اتفاقی افتاد، گفتن که ممکنه ناصر رو بذارن تو گل، نمیدونم چه اتفاقی افتاد. منصور رشیدی هم یه بازیکن شهرستانی بود، تازه اومده بود، بعد قرار بود که مثلا تلویزیون نشونش بده، اولین بازی بود و پرسپولیس بازی میکرد، دربی بود و خیلی خوشحال بود. و من یادم اونجا که استراحت میکردم تلفن زد به شهرستان که آره من امروز بازی میکنم و اینجوری، و خیلی خوشحال بود و که تو دربی بازی میکنه و اینا، همه اطلاع داده بود و رویش هم خیلی خوب بود. بعد میگم تو این بین یه دفعه اومدن گفتن که ناصر میخواد مثلا تو گل، نمیدونم از کجا کی گفته بود چه بعد اینطوری میشد، گفتن ناصر باید تو گل باشه.
بعد من به ناصر گفتن که حالا تو دیگه تو گلی. منصور فهمید خیلی ناراحت و رفت یه گوشه ای و خیلی هم بازیکن عصبی و خیلی ناراحت شد. اصلا مثل این که از بالای کوه از قله یه دفعه افتاده تو در از ناراحتی. بعد من به ناصر گفتن، ناصر گفتش که من خیال کردم بازی نمی کنم. مثلا دیشب دیر خوابیده بوده مثلا. میدونست بازی نمیکنه یا گفت سر نهار من خیلی خوردم فلان کردم بیشتر نمیدونستم بازی میکنم. این بود که گفت من نمیتونم. گفت نمیتونم، هی بهش گفتن اصرار، نگفت والا نمیتونم اینجوری بیام خراب میکنم. همین باشه. بعد اومدم باز به رشیدی گفتن که باز تو بیای وای میسی. حالا حساب کن یه دروازه‌بانی که اونجوری بهش روحیه دادن خیلی روحیه خوب، یه دفعه افتاد تو پایین، حالا باز آوردنش. همه این جریان شیشتا گل همین جریان بود که من خدمتتون میگم. و اگر نمیگن نه من جواد علاوردی این کار رو کرد، نمیدونم کمکاری کرد، نه بابایی چه جواد همون بازی که خیلی هم دوست داشت بهترین بازیش هم بکنه. تازه میونه بازی ها میگم دستش رو پیس خورد زمین، تو یکی از این تکلایی که میزد دستش ترک خورد که فردا تازه گشت کرد با همون دست. خیلی هم همه هم تلاش کردن دیگه. اون روز هر چی توپ اومد به واسطه همین که خدمتتون عرض کردم، یعنی گل اولو اگه شما میدیدین میفهمیدین یه بچه کوچولو هم میتونست بگیره. توپ داشت میرفت تو اوت کنار دروازه، حسن کلانی به تل زد اینطوری، فقط توپ نره تو اوت، توپ خورد به پاش اینطوری یواش یواش رفت تو گل. گل دوم مثلا پشت 18 قدم سلیمانی زد، یادم قشنگ. ما وسط راه میتونستیم بگیریم، بلش کردیم که مثلا گلر بگیر رفت و گل. یعنی یه همچین چیزی. اون روز اگه 10 تا توپ هم میومد، همین 6 تا بیشتر نیومد. اگه 10 تا میومد هر 10 تا میرفت و گل. شاید 15 تا میومد 15 تا میرفت و گل. یعنی اینجوری بود بس. که بعدش وقتی که 3 تا این گل خورد یا 4 تا 3 تا، بعد ناصر آوردن، ناصر هم که با اون وضعیت دیگه اونم خورد. کل جریان این بود. اگر نه گاوبندی، نم نمیدونم کمکاری، چی همه اینا. یکی از دلایلش هم که میگن یه همچین اتفاقی افتاد، بعد از بازی تیم سار اومد بچه ها جمع کرد. یه خود بالاخره ناراحت بود دیگه که چرا اینجوری بازی میکنی، چرا تعصب نداری، این چرا فلان و اینا. تنها کسی جواد علوردی دست شکست رو تو گچ بود. بعد بلند شد گفت ما با این دست بازی کردیم نمیدونم فلان، یعنی ما تمام تلاشمون رو کردیم شد اینجوری. تیم سار عصبانی بود، بیرونش کرد از اتاق. بیرونش کرد، جواد رفت پرسپولیس. بعد از اون همه اینو باعث شد که بگن که این کمکاری کرده نمیدونم برخاطر یه برپرس بود این همه جریان اینطوری. بعد از بازی هم مثلا یه شایعه کرده بودن که یکی از بستگان مثلا منصور رشیدی خودکشی کرد، یه همچین چیزایی تو روزنامه ها منتشر شد. همین که خدمت رو عرض میکنم دیگه، اینا همه شایعه است. چرا جواد بلند شد؟ چون دست شکسته بود. یعنی گفتش که من تلاشمو کردم، اینم نمونهش که دستم شکسته چون گشت گرفتم فرداش. برای این حرف زد، نه اینکه بیاد دفاع کنه. گفت یعنی ما هم تلاشمون رو کردیم اینجوری شد اتفاق بود. تیم سرم ناراحت بود، بیرونش کرد. گفت برو بیرون، بیرونش کرد. رفت بیرون. اصلا دیگه یعنی نیاد دیگه. اونم بلافاصله رفت پرسپولیس. علاقه ای نداشتین که اگر فرصتی پیش اومد توی یکی از تیم‌های انگلیسی حالا توی سطوح مختلفش بازی کنین؟ و اینکه فوتبال رو که اونجا دیدین از نزدیک چقدر تفاوت داشت با فوتبال ایران تو همون دوره؟ خیلی تفاوت داشت. نه من اونجوری نبودم. میدونین اگه من انقدر دنبال فوتبال بودم اینجا من تیم ملی انتخاب شده بودم، مثلا تو تیم تاج بودم، مثلا رها نمیکردم بلافاصله بلندشم برم. الان همه آرزو دارم برم تیم ملی، بعد برم یه باشگاه خوب. بعد ما همینو داشتم دیگه. نه رفتم که دوست رفیق داشتیم، میخواستیم با هم بریم مثلا بریم دنبال درس و زندگی و اینجا. تیم شهباز رفتین شما، درست اسمش دوم بود. اون موقع شهباز خیلی بازیکنهای زیادی رو، بعد از اینکه شاهین منحل میشه با اسم شهباز میاد بالا، بازیکنهای خیلی زیادی رو میخره، از جمله میخره که به این تیم میپیوندن، ناصر حجازی، عادل خانی، یه دوره ای فکر کنم قاسم پور. در مورد تیم شهباز صحبت میکنین، چی شد، حالا با چه پشتوانه ای اومد بالا و شما چرا تو بازگشت به تاج نمیرین و به شهباز میرین؟ والا من همینو گفتم دیگه، تیم شهباز رو درست کرده بودن. من به واسطه آشنایی که از قبل گفتم جوانان بودیم با دکتر و اینها داشتم،
من کار نداشتم دیگه، قرار شد برای من کار درست کنم. من رفت چون چند تا بازیکنای دیگه هم بودن تو همون سازمان رو استخدامی، فوتبالیست بودن اونجا کار میکردن، مثل اسقر عدیدبی، مثل کاظم رحیمی، چند تا بودن که اونا شاهینی بودن، به واسطه دکتر گورمند رفته بودم اونجا مشغول کار شده بودن که منم رفتم اونجا. من برای خاطر کار و این چیزا رفتم دیگه. مثلا بلخ زنگ گرفته بودیم دیگه، بعد یه کاری داشته باشیم، بیکار که نمیشد باشیم. حالا مثلا ما فوتبال بازی میکردیم، ما 150 تا من میگرفتیم، در صورتی که رفتیم استخدام اداره شدیم 1200 تومان مثلا میگرفتیم. خیلی تفاوت زیاد، باید یه پشتیبانی داشتیم، برای خاطر این رفتم. بعد تیم شهباز که درست شد، همون که داشتن درست میکردن، دست دوم بود، دست یک نبود. اون موقع اینا نیومدن هیچ کدوم. اون موقع فقط از تیم شاهین قدیم مهراب شاروخی بود. مهراب شاروخی با یه مش با بازیکنهای جوان که اصلا مربوطی به شاهین و قدیم و اینا نداشتن، فقط مهراب بود. بعد هم به عنوان مربی هم بازیکن، من هم بودم، یه آقایی بود منم، یه بازیکنی بود منم، اکبر محمدی بود، بعد صدری نامی بود، چند تا بودن، چند تا بازیکن خوزستان بودن، منتها زیاد معروف نبودن. اینا دست دو بودیم. باز اومدیم دست دو، ما بازی کردیم که اومدیم دست یک سال بعدش. یعنی اول شدیم تو دست دو، اومدیم دست یک. یعنی من با دو تا تیم دست دو اومدم دست یک. اومدیم دست یک، شهباز و یه آقای اومد به نام آقای غضنفرپور. خیلی آدم اون موقع متمولی بود، خیلی آدم فهمیده‌ای بود، خیلی فوتبالی بود. یه شرکت بزرگی داشت به نام گاما. الان مثلا انرژی اتمی بوشهر رو می‌بینین، این لوله‌های دو تا لوله بلند همیشه هست نشون میدن و اینا، شرکت غضنفرپور درست کرد. براش پول زیاد مهم نبود. بعد اومد گفتش که هر کاری بخوام بکنیم بکنیم، بریم هم بازیکنای مثلا اون موقع می‌خواستن تمام بازیکن‌ها پرسپولیس رو بیارن، که رفتن پیشنهاد کردن و اینا. اون موقع پرسپولیس در حال پیکان و پرسپولیس و اینا بود، یه مدت هم پیکان بازی می‌کردن بچه‌شون. که از اون تیم حسین کلانی فقط اومد، سلیمانی اومد، ناظم گنجاپور اومد که فوتبالش تموم شده بود به عنوان مثلا کمک مربی و این چیزا. همینا اومدن دیگه، کسی نیومد. برای خاطر این رفتن دنبال تاجیا، که از تیم تاج ناصر اجازی رو بردن، غلام حسین مظلومی، رضا دلخانی، این سه تا اضافه شدن. من قبلش شهباز بودم، اینا بعد من اومدن. وقتی دسته یک اومد اینا اومدن، بعد اینا اومدن، بعدم بازیکن هر کی رو می‌خواستن میآوردن. یه قاسم پور تیم ملی بود، مثلا قاسم تیم ملی جوانان رو قاسم پور آوردن. بعد خیلی بازیکن بودن دیگه، هم تیم شاهین درست شد. قهرمانی آخرمون تو جام ملت هم قهرمانی شیرینی بود، هم برابر حریفی که داشتیم، هم تو فضایی که حالا میزبانی به اتفاق به ایران منتقل شد. و بکنم اون ویدیوهایی که هست ورزشگاه ممنوع از جمعیتی رو نشون میده تو اون بازی، شما حضور داشتین توی بازی فینال؟ بله، من همه بازی رو بازی کردم دیگه. بعد از قهرمانی فضا چطور بود خود ایران؟ خیلی، چون یه تیمی بود که برای اولین بار داشت ایران رو وارد کم کم عرصه های جهانی میکردیم. البته قبلش هم ایران یه بار قهرمان جام ملت‌ها شده بود. اون سال خیلی معروف بود که با هند بازی کرده بودن تو ایران و اینا. ولی گذشته بود، مدت زیادی گذشته بود. بعد خیلی هوادارهای فوتبال بیشتر شده بودن این موقع ها دیگه، با فوتبال بیشتر آشنا شده بودن. رادیو تلویزیون مستقیم فوتبال ها رو نشون میداد، خارجی ها رو، داخلی ها رو. خیلی خیلی خوشحال شده بودن. ما تنها تیم بودیم که من فکر میکنم هیچ گلی نخوردیم، بدون گل خورده قهرمان آسیا شدیم تو تهران. خیلی خیلی برای همه جالب بود. همون اون باعث شد که برای جام جهانی رئیس فدراسیون مثلا خیلی کارا کردن برای تیم ایران.
اون موقع آتابای بود رئیس فدراسیون فوتبال که خیلی یعنی هر چی می‌خواستن دیگه آقای ماجران اینا در اختیارشون می‌ذاشت. من شاید ما وقتی ما رفتیم جام جهانی شاید چیزای دیگه هم می‌خواستن در اختیارشون می‌ذاشت، ولی همینایی که بود ما هواپیما شخصی داشتیم 747 مال هواپیما مال نیروی هوایی بود مستقیم رفتیم سنگال و چند روز و بعد اونجا بود هواپیما و اینا هواپیما شخصی رفتیم. بعد لباسایی که برای ما تهیه می‌کردن برای تیم ما مثلا از فرانسه تمام اندازه گرفتن، تمام لباسای ما ایف سن لوران بود، نمیدونم کفش بالی و بعدم می‌خواستیم بریم یکی یه ساعت رولکس هم به ما دادن و نمیدونم بارونی بربری و خیلی یعنی هر چی می‌خواستیم تمام هر مسابقات دوستانه که می‌خواستن با هر تیمی تلاش می‌کردن که انجام بدن. ما قبل از رفتن با تیم ملی با تیم ولز بازی کردیم، با تیم ملی بلغارستان، با تیم ملی مجارستان، نمی‌دونم با همه این تیم‌ها بازی کردیم با تیم‌های خوب. بعد مثلا رفتیم قبل از جام جهانی برای 75 سال بزرگداشت رئال مادرید مثلا با تیم ملی آرژانتین بازی کردیم که بعدش قهرمان شد و با اونو مساوی کردیم. این بازی مقدماتی خیلی خوبی انجام دادیم. چیزی که با همدوره‌ای های شما میگن که ما علم روز داوری رو نمی‌دونیم، یعنی خطایی که تو لیگ ایران تو فوتبال ایران خطا نبود اونجا پنالتی گرفته میشد، یعنی علت اصلی این افت ما این بود که ما اونجا انگار با یه فضای جدیدی مواجه شدیم. خودتون قبول دارین چه اتفاقی میفته که رو خیلی به عنوان پدیده شما رو میدیدن ولی اونجوری پیش نمیره شرایط؟ ببینید خیلی چیزا دست به دست هم داده بود که اونجوری. ببینید ما رفتیم داریم با تیم ملی هلند بازی میکنیم، ما این طرف داریم گرم میکنیم، اونا هم دارن اون طرف گرم میکنن، 5-6 تا ماساژور دارن اون را ماساژ میدن بازیکناشون رو، 2-3 تا پزشک هستن دارن پاهاشون رو تیپ میکنن. این برای قضیه ما یه پزشک داریم یه دونه فیزیوتراپ. ببینید تفاوت ها اینجا مشخص میشه. ببینید اگه مثلا شاید یه سال بعد بود همه اینا رو هم برای ما تهیه میکردن، ولی دیگه فرصت نبود که اون کارا رو بکنم. ما آشپز اختصاصی برای ما برده بودن، قبلا برای ما هتل گرفته بودن، ببین این کار را انجام شده بود. ولی این چیزا شاید مثلا سال بعد بود آقای ماجرانی 4 تا آنالیزور می آورد. ما از تیم‌ها آشنایی نداشتیم، شناختی نداشتیم. شاید اونا داشتن که داشتن، مثلا نمیدونستن ما کجا بازی میکنیم، ولی شاید مثلا فیلم‌های ما رو تهیه کرده بودن برده بودن با آنالیزورشون نشون داده بودن. ببینید اینا همه باعث میشه. یکی دیگه این که ما به پیک بدنی نرسید مثلا رد شدیم ازش. ببین ما با تیم ملی فرانسه بازی کردیم مثلا دو ماه یه ماه و نیم قبلش خیلی خوب بازی کردیم مثلا تو تولوز فرانسه با همه پلاتینیو نمیدونم همه بازیکناش 2-1 باختیم که نباید میباختیم. مثلا با آرژانتین با همه این بازیکن‌ها که اومدن قهرمان شدن ما بازی کردیم مساوی کردیم. میدونید اون موقع پیک ما بود مثلا شاید یه ماه و نیم نرسیدیم به اون پیک، یعنی به اون آمادگی کامل کامل. کنار این رقابت‌ها یه بحث مالی هم مطرح میشه که مثلا میگن حجازی موقع برگشت با اون پاداش من اگر ندیم اینجا من بر نمیگردم، اون پاداشی که فیفا میداد که حالا وقتی برمیگردیشون انقلاب میشه اون پاداشه رو دیگه کامل بهتون نمیدن، انگار سازمان تربیت بدنی یه وقت دیگه میان یه مبلغ اندکی رو میدن به حالا بازیکن ها میگفتن آقای سالری مثلا میگفت درست، یه مقدار بحث مالی هم انگار اونجا مطرح میشه که بازیکن ها معتقد بودن باید سهم بیشتری از اون پاداش فیفا میبردن. بخاطر فوتبال اون موقع یه ذره اینجوری نبود که تو باشگاهی حقوق زیادی بدید. این دیگه میشد بعد انقلاب دیگه، یعنی بازی ها تموم شد و همه چی بعد انقلاب شد. حدود به ایران 2 میلیون دلار رسیده بود. میگم فدراسیون قبلی خیلی به بچه ها میرسید، از لحاظ پولی هم بچه ها خیلی درخواست داشتن که اگه ممکنه یک کمک مالی هم بکنن، که قرار گذاشتن که بعد از جام جهانی هر پولی که بگیرن بدن به بچه ها. مثلا نمیدونم چقدر بود دقیق نمیدونم،
میلیون دلاری بود ولی نمیدونم یک دو چقدر بود، قرار بود اینو تقسیم کنم بین بچه‌ها که انقلاب شد. بعد خدا بیامرزه آقای فکری بود که ما خودمون دنبال کار بودیم، من و آقای مهاجرانی، آقای شرفی، چند جلسه رفتیم چیز تربیت بدنی، آقای شاه حسینی اون موقع بعد انقلاب شده بود رئیس سازمان، که واگذار کرد به آقای فکری. بعد گفتن که نه، من یادم، خدا بیامرزش، گفت این پول حق همه تیمای فوتبال زحمت کشیدن، همه باشگاه زحمت کشیدن که تیم رفته اونجا، حق اینا نیست. مثلا شاید نفری 200,000 تومان بعد به ما میرسید، نفری 19,000 تومان به ما دادن، که خیلی اذیت شدن بچه‌ها. اون پول تقسیم شد، به هیچ کی هیچی نرسید، ولی به این بچه‌ها هم نرسید، که اگه میشد خیلی اتفاق خوبی بود. به نظرتون این طرح 27 ساله ها یه طرح، حالا بالاخره نمیگم درست یا غلط، یه طرحی بود که کارشناسی شده بود یا صرفا میخواستن اون قبلی ها نباشن؟ که بزرگتر هستن توی من فکر میکنم بخواستن قبلی ها نباشن، میخواستن مثلا یه تیم جدیدی درست کنن، برای همین طرح رو برای همین طرح دیگه. بعد از این میریم به سمت مربیگری. شما در واقع از کسایی در اون داستان سایپا لطفا صحبت کنید که چه اتفاقی میفته که شما میرین به سیم سایپا و اونجا این تیمو تشکیل میدین که بعدها ادامه داره دیگه، قهرمانی به دست میاره، صحبت میکنید؟ ببینید، من تا سال 68 شاهین بودم دیگه، یه جای رسیدم که دیگه باید مثلا جیب خودم پول خرج میکردم برای تیم ها دیگه، خسته شده بودم دیگه، گفتم برم به زندگیم، برم به کاسبیم دیگه، از ادارم زیاد خوشم نمیومد دیگه، من رفتم دنبال کاسبی و دنبال زندگیم. به دکتر برونانم گفتم که یه روز تصمیم میگیریم نریم دیگه، نرفتم. از اونجا فوتبال من قطع شد، قطع شد دیگه، اومدم پر زندگیم. اینو تا سال 73، تا سال 73 ناصر حجازی اومد سر کار محل کار ما، بعد با آقای منزوی و آقای اولیایی که مثل این که نتیجه نگرفته بودن، آقای پورهیدری مثل این که رفته بود از تیم استقلال، دنبال یه مربی میگشتن، قرار بود ناصر حجازی بره. ناصر حجازی تو تیم سپاهان قرار داد داشت، نمیتونست بره، اومدن که من برم اون مدت رو برم مربیه. من که از فوتبال گذاشتم کنار فوتبال دیگه، اصلا دنبال فوتبال نمیرفتم، خلاصه با هزار زحمت قبول کردم که یه سال بمونم. هم یه ساله که یه سال اومدم موندم. بعد خیلی اصرار میکردن که بیا، من گفتم قرار گذاشتم، من دیگه نباید باشم، بعد من باید ناصر حجازی میرفت دیگه. هی اومدن اصرار کردن، چون هیئت مدیره خود با ناسا چیز بودن و نمیخواستن مثلا اون بیاد و اینا، خیلی اصرار میکنم من بیام. ما هم که با هم رفیق بودیم و نمیتونستم برم بمونم دیگه، ما قل و قل قرار گوشته بودیم که من اومدم بیرون. ناصر هم نبود، نرفت، یعنی ناصر رو قبول نکردن. منصور پورهیدری رو قبول کردن، باز منصور پورهیدری شد مربی تیم ملی، تیم استقلال. بعد دیگه من قطع شده بود دیگه همه چی و اینو، من اون موقع هم که رفتم هیچ پولی هم نگرفتم از استقلال، این قرارداد داشتم، بعد ما اینی انقدر میگرفتم ولی اصلا نگرفتم. اومدم یه دو سه ماهی گذشت، بعد یه دو سه نفر اومدن که بیا باشگاه سایپا. سال قبلش که من باشگاه استقلال بودم، اونا اول شدن دیگه، ما دوم شدیم، ما فینال به اونا یکیش باختیم، بعد اونا رفتن باشگاه آسیا، بعد اونا اصرار کردن که بیا اونجا و مربی نیست و چیزو. اون موقع آقای ذوالفقار نسب بود، بعد تیمشو خیلی پیر بود، بعد مثل که نتیجه نگرفته بودن، قرار بود که عوض کنن، مربی عوض کنن و اینا، خیلی به ما اصرار کردن اینا. منم باز
یعنی وقت آزاد داشتم قبول کردیم و باز من با بهداشتم برشتم با بهداشت رفتیم سایپا. سایپا میگم سال قبلش قهرمان شده بودن اینکه نبود، ولی تیم خیلی پیری بود. من یادمه مثلا بازی داستان براتون بگم، ما بازی کردیم با تیم تو باشگاه آسیا، فینال باشگاه آسیا جز چهار تا تیم با فارمرز بانک بازی کردیم، فارمرز بانک تایلند. فارمرز بانک دو سال پشت سر هم قهرمان آسیا شده بود، یه تیم خیلی جوان داشت. بعد ما تیم اون رو نگاه کردیم، تیم اون رو هم نگاه کردیم، نوشته بود دیگه مثلا اسامی فلان، سن کدوم باشگاه، سن ها رو حساب کردیم، تیم سایپا از تیم فارمرز بانک 173 سال پیرتر بود، 22 بازیکن و 22 بازیکن، 173 سال.